سلام و درود به همگی بنابراین چطورید؟ خوبید؟ خیلی خوش برگشتیم به کانال خودتون بنابراین. ببینید چجوری خواهرمون داره سرش رو تکون میده، میگه آره خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون، آره خیلی خوش برگشتیم. به ادامه داستان ماکسیمیوس، پارت قبلی بازی بود که ما بازی رو شروع کردیم و تونستیم خب خودمون رو جمع و جور کنیم با توجه به اینکه الان دیگه سربازهای مورد نیاز رو داریم برای اینکه پایگاه بسازیم. به نظرم زمانش رسیده که این کار رو انجام بدیم. حالا خب خیلی دوست دارم که سری به خونمون بزنیم، بریم یه سری چیز میزه اونجا بسازیم، ولی راستش رو بخواید الان فرصتش رو نداریم، بیاید مستقیم از اینجا بزنیم بیرون. اوکی، برای اینکه بتونیم پایگاه بسازیم ما به منابع زیادی نیاز داریم، مخصوصا چوب و پارچه که من خودم همین رو آماده کردم، زمانگیر بودن خودم رو کش کردم. همینطور به سرباز و پولم نیاز داریم که یه مقدار تعداد سربازامون کمه. اجازه بدید من همه لژیونرهای لول پایین رو بگیرم. بعدش هم به اسب نیاز داریم چون ظرفیت بارمون اومده بالا. متاسفانه این روستا اسبای زیادی نداره، ولی میتونیم الاغ بگیریم. اتفاقا الاغ پیشنهاد بدی نیست چون قیمت پایینی انده. هولی شت، 5000 تا الان باید سکه خرج کنم اینجا. این بده چون همون اول کار ورشکست در اومدیم. مسئله که وجود داره اینه که ما پایگاهمون رو باید کجا پیاده کنیم. داشتم فکر میکردم بریم کنار این ساحل بسازیمش، ولی به نظر من بهتره که اینجا بسازیمش. ما الان میتونیم کشتیرانی کنیم. آره، کشتیامون رو آماده کنیم، وارد این جزیره بشیم، پایگاهمون رو اینجا بسازیم. توی طولانی مدت میتونیم به یه روستا تبدیلش کنیم. اینجا قراره یه پایگاهی باشه که ازش استفاده کنیم و با کارتاژ بجنگیم. به نظرم ساخت پایگاه اونجا اتفاقا ایده خیلی جالبی میتونه باشه. پس این راه ها واقعا میتونه یه سری جا خوب باشه، یه سری جا اذیت کننده، چون از اینجا تا اینجا نمیتونه همینجوری بیا. میتونه، ولی خب این ورا راهنمای زیادی وجود داره. چه جوری باید تا اینجا بیایم؟ از کجا قراره سوار کشتی بشیم؟ اوکی اوکی، بله دلو زدیم به دریا. پایگاه فقط کجا بذار؟ بچه باید توجه کنید که به این پایگاه قراره حمله هم بشه. حالا مسئله که وجود داره اینه که من اگه با کارتاژ وارد جنگ بشه، همینجا کشتی هستش. آره اینا میتونن به ما حمله کنن دیگه. نمیدونم، شاید اینجا مثلا جای بدی نباشه. اینجا رو من دوست دارم یه جوری. البته اگه میتونستم بیام اینجا خیلی هم بهتر میشه. نمیدونم، میدونی چیه؟ بیا همینجا بسازیمش ببینیم داستان چیه دیگه. اول اصلا من همه سربازامون رو لول اپ نمیکنم چون پولمون داره تموم میشه. به جای این کارا بیاید با داداشمون صحبت کنیم. برادر، آماده خدمت هستم. این خوبه که آماده خدمت هستی. اگه موافق باشی به اینجا پایگاه بسازیم. اسم پایگاهمون قراره چی باشه؟ ریونج، انتقام. اینجا جاییه که ما قراره ازش استفاده کنیم که انتقام پدرمون رو بگیریم. اوکی، چه سربازایی میخوام به برادرم بدم؟ فعلا قرار نیست سربازی بدیم. بذارید راست وارد اینجا بشم. آره دیگه، پایگاهمون اینجا هستش برادر. ببین اینجا چه گزینه وجود داره. این در واقع دستورات استراتژی هستش که بعداً در موردشون صحبت میکنیم. اوکی، پایگاهمون اینجا هستش. یه سری حالا آموزش و اینا هستش که ازشون میگذریم. در حال حاضر هیچ گونه سربازی نداره. اگه بخوام وارد مدیریتش بشم، لولش پایینه. میدونی چیه؟ بیاد اول از همه هر چی، منابع غذایی و چوب و هر چی که داریم بفرستیم اینجا. البته الاغمو برای خودم نگه میدارم، بگم بهتون احتمالا بهتر بشه. خودم گندم نگه داریم که دیگه بالاخره از گشنگی نمیریم. اوکی، این از این پول فعلا نمیذاریم، بیاید مستقیم وارد اینجا بشیم. اوکی اوکی، ما اینجا او پسر خورشید رو ببینید چه جوری داره میتابه. میتونم بگم بچه یه مقدار بند موقع اومدیم، مثل اینکه رو به شب هوا و من اصولا شب رو دوست ندارم چون خیلی تاریک میشه این بازی. کجا قراره پایگاهمون رو بسازیم؟ به نظرم اینجا نقطه کور زیادی داره چون دور تا دورش جنگله. باید توجه کنی که به این پایگاه قراره حمله بشه، پس یه جا باید بسازیمش که بتونیم ازش هم دفاع کنیم. فهموندم کجا؟ بیاید همینجوری سرمون رو بندازیم پایین بریم دیگه. اوکی، به نظرم اینجا موقعیت خوبی داره، زمینش همواره، بعدش هم به نظر میاد میتونیم کشاورزی هم کنیم. نمیدونم موافقید یا نه، ولی میخوام از اسبم پیاده بشم. واقعا اینجا موقعیت خوبی برای ساخته پایگاه داره. اولا نقطه کوری نداره، ما الان به همه جا ویو داریم و این خوبه. حالا پایگاهمون رو چه جوری قراره بسازیم؟ اوکی، اینجا رو داشته باشید. این جاییه که سرباز و فرماندار دورش جمع میشن. فعلا نمیخوام از این پیاده کنم، بلکه الان ما قراره دونه چادر بسازیم، چادری که خودم توش قراره استراحت کنم. چادرم رو کجا بذاریم؟ ببین میدونید الان مسئله چیه؟ مسئله اینه که من خودم قراره کجا استراحت کنم. مثلا رو به این سمت باشیم. من به نظرم اینجا موقعیت خوبی داره، خورشید پشتش به ماست و ما هم پشتمون به خورشیده. حالا نمیدونم متوجه این داستان میشید یا نه. یه خورده من اینو بیارم بالا، یه کوچولو بیارمش پا. الان اوکی بهتر شد. نیازی به چرخوندن داریم؟ شاید بتونم همینجوری بسازمش، یا اگه بیام مثلا اینجا پیادهش کنم. اینجا به نظر میاد موقعیت
بهتری داره از یه سری لحاظ. بعد اوکی اینجا بسازیمش ببینیم داستان چه دیگه. این از این، اینجا پایگاهی که یا چادری که خودم قراره توش استراحت کنم، میتونیم همسرمون هم اینجا بیاریم با هم استراحت کنیم و چه میدونم دیگه، بالاخره هر چیزی شدنیه که حالا الان سربازامون اینجا نیستن ولی به زودی قراره سربازامون هم ببینید. بعدش دیگه چه چیزهایی الان داریم؟ الان بچه ساختمون زیادی نباید بهمون بده چون لولش پایینه. یه دونه از این چادر رو داریم دیگه. چی؟ اینجا میتونیم حیوان نگه داریم. بعد اینجا میتونیم کشاورزی کنیم. چاه آب. اوکی. خب به نظرم اگه از این چیه موزیکی هن. نه اینا به کارمون نمیان الان. الان چیزی که ما نیاز داریم چادره. برای سربازامون هم احتمالاً از این چادره کوچولو موچولو بسازم. یه دونه چادر بذارید ببینم. یه دونه مثلا میایم اینجا پیاده می‌کنیم. یه دونه دیگه میاییم اینجا کنار دست این میسازیم. دوباره میام چند امتیاز، اوه پسر امتیازم داره تمام میشه. میگم اول کاری خورده طبعا دستمونو ببنده امتیاز و اینا. بعد به نظرم الان بد نیستش. حالا بعدا هم میتونیم جاشونو تغییر بدیم. ما که از چادر اومدیم بیرون باید سربازامونو ببینیم دیگه. اجازه بدید ببینم الان اوکی شدش. آره ما از چادر اومدیم بیرون باید سربازامونو ببینیم. پس سربازا جلوی خودم استراحت میکنن. یکی اینجا، یکی دیگه. بذار من یه خورده بچرخونم. آهان یه کوچولو دیگه. الان من نظرم خیلی بهتره. ایوان الان خیلی بهتر شد دیگه. چی میتونم 9 تا همچنان امتیاز داریم. امیدوارم منابعمون تموم نشده باشه. برای هر کدوم از اینا 3 تا امتیاز دیگه احتمالاً میتونم 3 تا دیگه از اینا بسازم. خب با توجه به شرایطی که اینجا وجود داره اجازه بدید من بیام اینو اینجا بسازیم. بذارید ببینم اینو میتونم مثلا چه میدونم اینجا هم به نظرم واقعا موقعیت خوبی. یک کوچولو به اینور. اوکی یکی دیگه هم میام بغل دستش میسازم. دیگه نمیتونم پیاده کنم. فکر کنم گندممون تموم شد. امیدوارم چوبم تموم نشده باشه. نه چوبمون تموم نشده. دیگه چی؟ این یکی تا اون سبزی اینا باید باشه. نه این به کارمون نمیاد. الان ما یه دونه چاه میخوایم که بتونیم بالاخره کشاورزی کنیم. پایگاهمون به یه چاه آب نیاز داره. چاه آبم احتمالاً کنار مزرعه بسازم. میدونی چیه؟ من میخوام اینو کلا بچرخونم. حالا که چرخوندمش یه خورده میبرمش بالا توی این حالت بسازیمش. چرا که نه؟ چرا که نه؟ خب دوتا امتیاز دیگه همچنان برامون مونده. این دوتا امتیازو کجا خرج کنم؟ آیا منابع کافی نداریم؟ به نظر میاد فهمیدم چادر بسازم. احتمالاً بتونیم دوتا دیگه از این چادرها پیاده کنیم. یه دونه هم بیاییم بغل دستش بسازیم. اینم از این. حالا امتیازمون دیگه کلن تموم شدش. اجازه بدید بگم ما رو اینجا بندازه. ما اینجا قرار عظیمه بعد ظاهر بشیم. خب حالا بیاد از اینجا بزنیم بیرون یه لحظه. حالا قبل از هر چیزی پایگاه ما به سرباز و پول نیاز داره. اجازه بدید بهش اندازه 2000 تا سرمایه اولیه بدم. خب اول کار به پول نیاز داره که بتونه خودشو جمع و جور کنه. همینطور به سرباز هم نیاز داریم. چه میتونه سرباز اینجا نگه داره؟ 16 تا سرباز میتونیم اینجا به عنوان نیروی نگهبان بذاریم. اوکی همه ی لژیونرهای لول پایینو میفرستم اینجا. لول 2 را میفرستیم اینجا. بقیه‌ش هم دیگه باید خودش بتونه استخدام کنه دیگه. حالا نمیدونم موافقید یا نه. یه مقدار اینجا منتظر بمونیم ببینیم اوضاعش چجوریه. بعد روز بشه سربازامون آماده بشن کلی اتفاق و اینا داره میفته ببینن دیگه. اگه روز بشه انا فکر کنم اوکی یه موقعیت خوبی داره. حالا دوباره بید وارد اینجا بشیم ببینیم آیا کارامون نتیجه داده یا نه. به 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 سرباز او اینا کنار چادر خودم هم دارن نگهبانی میدن. این خوبه دیگه. اینجوری خیالمون راحت میشه. خواهرمون هم کنارمونه. بردارم داره نمیدونم چی کار میکنه. داره آتیشو گرم میکنه. ایوه اوه شیت سربازا دارن اینجا کشاورزی میکنن. اینو دوست دارم. البته یه چیزی که دوست ندارن اینه که چرا همه سربازامون الان کار نمیکنن. باید کار بیشتری براشون جور کنیم. اوه اینا خوابیدن. احتمالاً شیفت شب بودن. الان دارن استراحت میکنن. اوکی میگم بهتون چیزای جالبی وجود داره و به نظرم اینجا ظرفیت ساخت و سازش خیلی زیاده. ما خوشگل میتونیم اینجا رو توی آینده به یه روستای خیلی بزرگ تبدیل کنیم. حالا متاسفانه اول کار ساخت و ساز زیادی بهمون نداده. میتونیم دیوار هم بسازیم. نه اینا فنس کوچولو موچولن. نمیدونم فعلا یه از اینجا بزنیم بیرون. به برادرم یه مقدار زمان بدیم که بتونه لولش رو به 1 برسونه. بتونیم ساخت و ساز بیشتری انجام بدیم. خودمون هم بریم یه خورده سرباز اینا استخدام کنیم. الان لول خاندان ما متاسفانه به 1 نرسیده. اگه میتونستم اینو به 1 برسونم دیگه با رژینا متحد میشدیم و آماده میشدیم که با کارتاژ وارد جنگ بشیم. با توجه به اینکه بچه‌ها سکمون کمه بهتره من از اینجا چند تا لژیونر بیشترم استخدام کنم که سکمونو سریعترم تموم کنیم. پولامونو همشونو خرج کردیم اول کار. ای کاش این خونمونو حداقل اجاره میدادیم. چون ما این چه میخواد؟ ببینم دیگه همینجوری افتادی
دنبال ما لژونرها رو دوباره استخدام میکنیم. اینا رو که گرفتیم بیاید ببینیم چه کوئستایی برامون وجود داره. یه دونه مرحله یادن واقعا یه دونه میشه میتونستم انجام بدم، لول خاندانمون به یک میرسید، به دو یا یک میرسید. بیایم اینجا ببینیم چه خبر. این دختره کاروان میشن خوبیه. میدونی چیه بچه ها؟ اجازه بدید من همه سربازا رو استخدام کنم ببینم حاضرن که این میشن رو به ما بدن یا حاضر نیستن. من ماکسیموس هستم، داره خودشو معرفی میکنه. من اسم تو شنیدم راهسنهای این محله رو شکست دادی، به عنوان یه تاجر ازت ممنونم. اوکی حاضری کارتو من بدی؟ آره موافقی که کارشو به ما بده، میتونم کارو به خواهرم بدم ولی احتمالا بهتر باشه خودمون انجام بدیم چون 350 تا حاضر بهمون طلا بده و من اصولا از این نمیگذرم. 111 تا هم داریم به سربازامون میدیم دیگه. عملا دخل و خرجمون الان یه جوری به هم میخوره. کجا میخواد بره؟ او شت، خیلی نزدیکه که. اوکی امیدوارم که انشالله کارمون تموم نشه چون واقعا او پسینا اومدن برای حمله کردن. اجازه بدید یه لحظه به لولامون یه نگاهی بندازم. دمیج شیلدمون بیاد بالا یا هندلینگ شمشیر خودم و سربازام بهتر بشه که این خیلی قراره کمکمون کنه. وزن آرمورمون کاهش پیدا کنه، سرعتمون بیاد بالا، یعنی که دوباره هندلینگمون بیاد بالا که این بازم خیلی خوبه. شهرتمون از تورنمنت ها بیاد بالا یا شانس بچه دار شدن که بازم ازم خیلی میتونه عالی باشه. دوتا لول داریم اگه موافق باشی من یه لول روی استوارت پیاده میکنم. تبابت طبی بودنم خوبه، اسکیلی بدنی هم خوبه ولی الان منظرم دیدبانی رو نیاز داریم که سرعتمون رو بتونیم افزایش بدیم. من یه دونه از این لول هم دوباره اینجا پیاده میکنم که حالا تبابتمون هم یه جوری بیاد بالا. اوکی بریم برای جنگیدن دیگه. الان سربازا رو اصلا لول اپ نمیکنم. بزنید بریم ببینیم داستان چیه. 24 در مقابل 26، بزنید بریم. صبر کنید ببینم، من اصلا منتظر کاروان نشدم که بهمون برسه. اوکی این بده، این بده پی نظام شیلد بالا. اگه توجه کنید اوه اینا همشون سوار اسبن. خب یه مقدار قرار کارمون سخت باشه اینجا بچه‌ها، مخصوصا که همه سربازامون لول پایین هستن. شیلداتون رو بالا نگه دارید، آماده باش. او شت این خیلی بده، بمیر. نایس، یکی خودمون تونستیم بزنیم و یکی دیگر هم نتونستیم. حالا سربازای زیادی رو از دست دادم راستشو بخواید بچه ها. این خیلی خیلی شمشیر رو به چرخون یه ضربه نمرد. ای ول تونستیم بندازیم. نزن سرباز منو بی پدر، چه بد. او پسر اینا چه بعد میزن. سربازا به اون ور نگاه کنید، به اون ور نگاه کنید. اجازه بدید بچه‌ها این نیزه رو از اینجا ورد. او شت، یکی جلوی اینا رو بگیره. یه مقدار شریط اینجا خیلی بده راستشو بخواد. پیاده نظام به اون ور نگاه کنید، به اون ور نگاه کنید. شیلد دوباره بالا. او یکی دیگه از اینجا داره میاد، یکی دیگه داره از اینجا میاد. اجازه بدید ببینم داستان چیه. خب میتونم بشینم؟ آره میتونم جلوی اینا رو بگیرم. بذار بگی. ایول جلوشو خوب گرفتیم. از اسبش هم افتاد فکر کنم پایین یا مردش. نه یارو اصلا. پیاده نظام به اون ور نگاه کنید، به اون ور نگاه کنید. آماده باشید، بذارید برم من از اینجا اینم میتونم چی؟ او اینا از کجا اومدن پس؟ نامردا چند تا از سربازام دوباره افتاد. خب میدونی چیه؟ همه پیاده نظام توی این حالت، به هم دیگه نزدیک بشید، بهتر بچسبیم به هم دیگه چون نامردا دارن از چندین جبهه بهمون حمله میکنن. داریم اینجا بمی. ای خدا کجا رو زدش؟ پشمام ریدیم به خدا. شمشیر منو بده، نتونستم بزنمش. خب حالا که کنار هم دیگه وایسادیم، اوکی یکی دیگه داره میاد، یکی دیگه آماده باشید و اینم از این. یکی دیگه هم نتونستم بزنم، اینو باید بتونیم بندازیم زمین. خوبه ولی او شت اینو ببینی کنار دستم وایس دفعه کام میخواد سعی کنه که سوار اسب بشه. پیاده نظام به اون ور نگاه کن. این یارو فکر کنم او پسکی اون جولینو پرتاب کرد. وای تونست بزنه پشمام، خیلی ضربه خوبی بود. امیدوارم که بتونن از خودشون دفاع کنن. نایس، فکر کنم از اسب انداختنش. پیاده نظام به سمت جلو حرکت کن یا شاید بتونیم سر موقعیتمون وایسی. پیاده نظام آماده. وای ریدم، خیلی بد ریدم، چی بگم به خدا. امیدوارم که نتونه فرار کنه، فکر کنم کارش تمومه. اینم از این. بازم مونده یا نه ما تونستیم پیروز بشیم؟ پیروزی برای ما هستشی. داتون همینجوری بالا نگه دارید. بذارید بچه منم کنار سربازامون یه فریاد شادی به سر بدم. بله این انیمیشن تازه اضافه شده با ما، خیلی جنگ حساسی بود. او شیت شهرت رو ببینید، 26 نفرشون رو زدیم، 11 نفرمون تونستن بزن. خودش هم بیشتر سربازامون مردن چون طبیب نداریم. اجازه بدید من همه سربازامون رو لول اپ کنم ببینم داستان چی. احساس میکنم بچه ها ما لیدرشیپ ما خیلی پایینه چون
اصلا سربازامو مقاومت نمیتونن کنن. بگم بهتون که آیا لول خاندانمون نیومده بالا، فکر کنم باید کوست رو کامل کنیم بعدش این شهرت رو بهمون بده که اوکی این یه مقدار شاید اینا دارن با هم دیگه میجنگن. من از اینجا چند تا لژیونر دیگه بگیرم، امیدوارم که کس دیگه بهمون حمله نکنه. میخواد بیاد اینجا دیگه درسته؟ بدو پسر بود الان میاد به ما حمله میکنه، ببینم دیگه. اوکی حالا میخواد از اینجا دوباره بره، اجازه بدید من همه لژیونر رو شاید بهتر باشه چند تا نیزه دارم بگیرم. راستشو بخواید موندم، میتونیم اینجا آموزش ببینیم؟ ما نمیتونیم بخونیم، خوندن رو یاد بگیرم. ما یه معلمی پیدا کردیم که حاضر به ما خوندن رو یاد بده، ولی ساعتی 10 تا طلا میگیره. متاسفانه الان زمانش رو نداریم. اسکولر، آره الان زمانش رو ندارم، ولی به این داستان حتما نگاه میکنم. نظرم یه چیزه. جا کجا داره میره؟ اوکی اوه شه، تا شمال قراره بریم. شاید این از یه خورده خطرناک باشه، بهتر من هرچه هم میتونم از اینجا لژیونر رو اینا استخدام کنم که خیالمون رو راحت کنیم. نگرفتن نیزه‌دار هر به ما شدیده از ضربه بزنه، چون داریم با راهزنای سوار نظام میجنگیم و نمیدونم او 31 تا سرباز دارن اینا. خب نصف شبم شد، امیدوارم که بهمون واقعا حمله او نه دارم میام برای حمله کردن. بزنید بریم بچا سری بهشون کمکی بدیم. 31 در مقابل 37، بالاخره لول فرماندهیمون اومد بالا. روزانه دوتا تجربه به همه سربازامون بده. همینطور وقتی سربازای هم فرهنگ خودم رو استخدام میکنم، سربازا یه دونه لولشون میاد بالا. پشمامی خیلی خوبه. روزا سرعتمون بیاد بالا یا شبا؟ روزا به نظرم بهتره. وقتی سوار اسبم دمیج نیزمون بیاد بالا یا وقتی که پیاده هستیم؟ اصولا پیاده قراره به کارمون بیاد. اوکی به زنگ داریم برای جنگیدن، ولی اونی که بچه‌ها باعث میشه سربازا یه دونه لولشون بیاد بالا به نظرم خیلی به کارمون میاد. پیدر زامشید وار اینجا بشید، خوش هم روز هستش. ببینم دیگه سوار نظام میخواید چیکار کنید. اوکی اینا بچه به نظر میاد با دست خالی میخوام بهمون حمله کنن، در واقع سوار اسب نیستن. پیدر نظام پخش بشید، پخش بشید، یه مقدار خودتون رو پخش کن. این که دیگه رئیس کاروانای تجاری باشه. پیدر نظام اینجا باشید، یه خورده بریم جلوتر. کماندار شروع به شلیک نکردن. آماده باشی جوانینه، آماده جوانینه، آماده. پرت داری چیکار میکنید؟ ریدید با این پرتاب کرد. وای پیر نظام بریم جلو. نمیدونم بچه اون سوا نظام مرده راستشو بخواه، فکر نمی کنم بتونیم بهشون کمک کنیم. اوکی جوانینهشون دارن پرتاب میکنن، اگه آماده باشید ما هم قراره جوانینه اونو پرتاب کنیم. از یکی و یه ضربه دی اوشه چه بد زدیم. پیر نظام حمله رو شروع کنید و به کسی امون ندید. بذاریم شمشیرمو به چرخونم ببینم دیگه اگه تونستیم یکی رو بزنیم. فکر کنم 9 نفری اونجا باید باشن. این جبلین رو از اینجا ورداریم. زدن اینو واقعا راحت تر از زدن سوار نظام بودش. این از این و یکی هم اینجا بزنیم بمیره. خب شمشیر رو دوباره به چرخونیم و شمشیر به چرخون به چرخون به چرخون. نایس نایس. او پسر دستش رو قطع کرده، اونم دیدی یا نه؟ ولی واقعا ضربه خوبی. نمیتونم سوار این اسب بشم متاسفانه. جوینو بده، جوینو بده، بزنم میتونم بچمون یورو بندازم. بمیر. نه نخوردش بهش. 3 نفرشون رو زدیم، 6 نفرمون رو همچنان زدن، خوشم یه نفر از ما مرده. زندانی رو میگیریم، لول اپ رو همه رو انجام بدیم، ببینیم دنیا دست کیه. غنیمت های جنگی هم الان میگیریم، ولی فکر نمی کنم واقعا سود زیادی این جنگام بدم بهمون. اوکی اوکی کمونه که به اینجا برسیم. امیدوارم که دیگه بهمون حمله نشه، چون واقعا تو جایی نیستیم که بتونیم از این کاروان دفاع کنیم. اجازه بدید من هولی شت همه سربازا لول 4 رو چه میدم سوار نظام بگیرم، خیلی به کارمون میومد. ولی همچنان میگم که بهتر لژیونر فد استخدام کنیم. اسکیل استقبال و چارممون داره افزایش پیدا. اوه شت میخوان بهمون حمله کنن، شاید بهتر بشه منتظر بمونم ببینم خودش میتونه از خودش دفاع کنه. اوه نه سربازش داره میفته. باشه بزنیم بریم دفاع کردن. اگه بخوام ارتشو بفرستم میترسم بچا سربازامون زیاد از دست بدیم. واقعا الان تو جایی نیستیم که هزینه اضافه بپردازیم. خوشم چه بارونی داره میاد. پیر نظام شیده بالا، پیر نظام اینجا وایسن. بزنیم من از دست بمون پیاده بشم. اسب زیبای من از اینجا برو. پیاده نظام آماده اید؟ فکر می کنم آماده باشن. پیاده نظام آماده باش، پیاده نظام آماده باش، آماده آماده آماده. بمیر. نایس ضربه خوبی بود و یکی دیگه نتونستم اینجا بزنمش متاسفانه. و اینم او پسر کل اشمی افتاد بچا، کل سربازامونو زدم داغون کردم به خدا. بذاری من این جوجون از اینجا بردم. پیاده نظام همتون به اون برنگاه کنید. پیاده نظام اینجا وایسید، اینجا وایسید.
جاولین رو از اینجا بردارم، شاید بهتر باشه برای خودم چند تا جاولین بگم. میدونی چیه، پیاده نظام بیاد اینجا بتونیم از کمانده رو محافظت کنیم. پیاده نظام پا بزنید دیگه، پا بزنید ببینیم اینجا چه خبری. از این یکی تونستم بزنم، فکر نمی کنم بتونیم با یکی برسیم. بمیر پسر بمیر، دوباره دارم میام. پیاده نظام آماده اید؟ امیدوارم که آماده باشه. جاولین واقعا دمیجشون عالی هستش. اینم از این، احتمالا نمیره. چه بد زد با اسبش، بمیر انو دیگه باید بمیره. نیزشو برداریم. پیاده نظام به اونور نگاه کن، کسی که اینجا نیستش اگه توجه کنی چهار نفر اونجا باید باشه. پیاده نظام بیاد اینجا یه خورده کنار من باشه. پیاده نظام یه خورده بیاد جلوتر. میدونی چیه، بذارینم این نیزه رو نمیتونم اینجوری استفاده کنم متاسفانه. این از این یه ضربه دیگه جلوی اینم گرفتیم و اوه شت نتونستم جلوی اینو. امیدوارم که تو این جنگ بچه ها نمیرین چون اچ‌پیم خیلی اومده پایین. نایس، کجا رفتشون؟ بزن بمیره. ایوان ایوان، آماده باشید آماده باشید، بشین 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 بشین. ایوان جلوشو خوبی گرفتم. این از این از اسبش افتاد. آیا میتونیم بزنیمش؟ نایس. چجوری پرتاب شد؟ پیاده نظام پیاده نظام به اومد نگاه کن، دارم میام. پیاده نظام آماده باشید. بذار اینا بچا میتونم جاولین. این جاولین رو چرا ور نمیداره؟ الان ور ور داره. ایوان تونستم اوکیش کنم. بزن 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 بزن. ایوان خودمون تونستیم کارشو تموم کنیم. ما پیروز شدیم. اوضاع اینجوریه که 19 نفرشون رو زدیم، 11 نفرمون رو زدن. همچنان خودم سربازای زیادی از دست دادم، ولی این بار شهرت زیادی بهمون نداد. غنیمت‌های جنگی هم میگیم بچه‌ها، غنیمت‌های جنگی زیادی داریم. اینو بهتون بگم، مطمئنا فروختن اینا سه تا کلا براشون سرباز مونده. به خدا کلا دیگه داریم نابود میشیم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم میشدمون اینجا تموم بشه. کاروان تجاری کلا 6 تا سرباز داره. برو اونور، برو اونور ببینم، برو اونور بذار بچه‌ها اسکورتش کنم، مطمئن میشم سالم اینجا میرسه. 1750 تا بهمون سکه داد. لول خاندانمون هم به 1 نرسید. الان احتمالاً ما بهتر باشه که وارد بخش تجارت بشیم. هر چیزی که داریم بفروشیم. 7000 تا داره بهمون سکه میده. کلی هم اسب گرفتیم. من اسبارم میفروشم چون الان خر داریم دیگه. خر میتونه کارامونو انجام بده. احتمالاً نیاز باشه خود منابع غذایی خوبی بخرن که استواردمون بیاد بالا، سربازمون با این قضیه حال کنن. مشروب اینجا وجود نداره. ما مجبوریم که چوبو بخریم بچه‌ها. چوبا برای ساخت پایگاه و اینا به کارمون میاد. این از این دونو میزنم. سربازی برای استخدام کردن دارن. همه لژیونرها رو میگیریم و بیاد از اینجا بزنیم بیرون. ببینیم چه جوری من باید لول خاندانمون رو به 1 برسونم. نمیدونم چرا این میشن هیچی بهمون نداد که واقعا برام عجیبه این داستان. بذار اینجوری بهتون بگم. در مورد برادرم اطلاعات اینجا ننوشته که آیا تونسته اونجا رو لول آپ کنه، آیا نتونسته این کار رو انجام بده. این مسئله که الان برای خودم علامت سوال ایجاد کرده. ولی اگه میتونستم یه تورنمنت چیزی پیدا کنم یه جوری لول خاندانمون رو به 1 میرسوندیم. گفتم تورنمنت، خودش پیدا شد. اگه موافق باشید بیاید بچه ها تو این تورنمنت شرکت کنیم، وارد بخش آرنا بشیم، جوینو بزنیم ببینیم داستان چیه. دوتا لورد داره اینجا میجنگه، یعنی کارمون خود قرار سخت‌تر باشه برای پیروزی. جایزش هم یه سپره. اوکی اوکی، بذارید بچه‌ها من رو خودم یه خورده سرمایه‌گذاری کنم، شرط بندی انجام بدیم ببینیم دنیا دست کی. میخوای جاولین بندازی دیگه، درسته؟ او شت، وای پسر کم مونده بود و کم مونده بود. این از این یه ضربه دیگه هم بزنیم و کارشو تموم کنیم، تشویق کنیم. دوباره سرمایه گذاری رو انجام میدیم، جوینو بزنیم ببینیم داستان چیه. صورتی ولی واقعا خوشگل میشه. نمیدونم شاید موافق این داستان. جاولینمون رو ورداریم. یه پرتاب دیگه. هولی شت، رفت تو دهنش. اینجاست که باید بگم جاولین بخور. بریم برای راند بعدی. از اینجا فکر نمی کنم بتونم بزنم. اگه اوکی به پاش خورد، ولی به هر حال خوردش. مسئله این نویز هدشاتش دستم اومده. چجوری کار میکنم ببینید جمعیت چجوری دارن فریاد میزنم. من دوباره اینجا شرط بندی انجام میدم. بریم جلوتر ببینیم داستان چیه. نکنه این همون فرمانده هستش. عجیبه واقعا، شبیه فرمانده ها نیست. 46 تا دمیج و این هم نمرد. پشمام نمیدونم چرا نمرد، ولی این خوب نیستش. این هم از این. الان دیگه باید ببینیم. حالا تشویق کنید، حالا تشویق کنید، بذارید صداتون رو بشنوم. البته صداتون رو نمیشنوم. 12 تا بهمون شهرت داد، دیدان سپر داد و کلی هم شهرت و اینا. ای ول، لول خاندانمون بالاخره به 1 رسیدش. این خوبه. حالا ما باید بریم دنبال رجی بگردیم که باهاش متحد بشیم و راهی جنگ. اوکی، به نظر میاد سر این قلعه دارن میجنگن همین الانشم. پسر مطمئنم این جنگ قرار جنگ بزرگی باشه. نظرتون چیه به اینجا سری بزنیم؟ خیلی دوست دارم بهش نگاه کنیم، ولی با اهدافمون اصلا یکی نمیشه چون الان من باید برم
دنبال برادرم ببینم شرطش چجوری. بذار سریع از اینجا سربازین استخدام کنیم، یه دونه لول گرفتیم، حالا بعدم به این داستان رسیدگی میکنم. الان دیگه میتونیم 50 تا سرباز فرماندهی کنیم. با توجه به اینکه به زودی قراره راهی جنگ با کارتاژ بشیم، پارت بعدی بازی به نظرم حتما باید روی پارتی سایزمون کار کنیم. باید سعی کنیم در منابع غذایی خوبی برای سربازا بگیریم و اسکیل سواردمون رو ببریم بالا. اکاش خوردم از اینجا سرباز میگرفتم. حالا بیایید به اینجا دونه سر بزنیم. بگم بهتون که الان یه مقدار پول داریم. اکاش سرمایه گذاری انجام دادم. مثلا الان اینجا میخونهشون رو نمیفروشن. چشمم باید به این میخونه باشه. وقتی که اینو برای فروش گذاشتن سری باید بگیریمش و از اون میخونه استفاده کنیم. درآمد به دست بیاریم. لژیونرها رو استخدام میکنم. حالا بیا دوره راهی اینجا بشیم ببینیم برادرم داره چی کار میکنه. امیدوارم که حداقل لول این پایگاه تونسته باشه ارتقا بده. اوکی رسیدیم اینجا. اگه بخوام اینجا نگاه کنم لولش 1 شده، خوبه. همینطور 300 تا هم طلای اینجا بیشتر شده که به نظرم خیلی خوبه. اوضاع انبارشون چجوری؟ منابع غذایشون داره تموم میشه. فکر کنم گندم مورد نیازو نمیتونن تولید کنن. گوسفند و این چیه؟ گرازه؟ بذارید ببینه. آره این وقت گراز باشه. خب اگه اینجوری باشه بذارید چوبا رو بفرستیم اینجا، چون منابع غذاییش داره تموم میشه. بعد لولش هم اومده بالا، الان دیگه باید بتونیم ساختمان های بیشتری بسازیم. پس بیه تمیجوش سرمون رو بندازیم پایین ببینیم اوضاع سربازامون اینجا چه جوریه، دارن چی کار میکنن. خواهر و برادرم کنار هم دیگه. بعد اینو ببینید چه جوری روی چای آب نشسته. بیا پایین پسر، کلی زحمت کشیدیم اونو ساختیم. اوکی سربازمون کار نمیکنه. خب معلومه که اینجوری از گشنگی میمیریم دیگه. بزنین همیشه ساختمونای حالا برامون باز کرده. فکر نمیکنم چیزی. اوکی الان این چیه؟ تو بالا گفته اگه اینجا ما گوسفند نگه داریم میتونه از اون گوسفندها پتو و همینطور گوشت تولید کنه. این به نظرم میتونه شرط جالبی داشته باشه. یه جورایی میشه گفت منابع غذایی خودش رو تولید میکنه، ولی خب ما پارچه مورد نیازش رو نداریم. پس کاش یه دونه از این موزیکیانا بسازم. بچا میدونین چه، بیاد همون اول کار یه دونه از اینا رو من میام اینجا پیاده میکنم، یکی دیگه هم میام اینجا پیاده میکنیم که این پایگاه بتونه مردم جدیدی رو جذب خودش کنه. حالا باید به فکر منابع غذایی اینجا باشیم. من یه مقدار نگران، نمیتونم الان این گندم تولید کنم، ولی میتونیم از اینا تولید کنیم. شاید به جای اینا الان 24 تا امتیاز داریم، میتونیم ساختمانهای خیلی زیادی بسازیم راستشو بخواید. آره داشتم میگفتم ما اینجا قرار گوسفند نگه داریم. گوسفندو که نگه داشتیم، کنارش گرازم نگه میداریم. همچنان 18 تا امتیازمون مونده. بگم بهتون که متاسفانه منابعشو نداریم. احتمالا الان برنامه بهتر باشه. میدونین چیکار کنیم؟ الان بخوام چادر بسازم یه مشکلی اینجا داریم. بخوام چادر بسازم جمعیت اینجا قراره شدیداً بره بالا. بعد منابع غذاییشو میخواییم اون موقع چی کار کنیم. این گفته 5 تا جامونو بیشتر میکنه، کلی پارچه نیاز داره. فکر کنم یه دونه از اینا بتونیم بسازیم، نه بیشتر. بچه اون یه دونه هم میام اینجا پیاده می. آره بهتون گفتم که یه دونه بیشتر نمیشه. همینطور از اینا هم میتونیم بسازیم. اجازه بدید بیام اینجا رو به چرخونم، یکی دیگه اینجا پیاده میکنیم. اوکی گیر کردم. اینم از این. متاسفانه منابع بیشتری برامون نمونده، ولی اگه از من بپرسید باید نگران منابع غذایی اینجا باشیم. احتمال میدم بچه ها 2-3 تا دیگه از این مزرعه های گندم میخواییم که بتونیم گندم مورد نیازمون رو برسونیم. بعد تولید گوسفند هم میارن بالا. همینطور ما به این ساختمون جدیدم نیاز داریم که گوسفند رو به گوشت تبدیل کنیم، چه میدونم ازشون پارچه تولید کنیم که تو ساخت و ساز اینجا هم ازش استفاده بشه. هر چه که بریم جلوتر اون همه ساختمان های بیشتری باز میشه، اون همه میتونیم کاری بیشتری انجام بدیم، جمعیتمون رو ببریم بالا. آره دیگه این پایگاه قراره به مرور زمان گسترش پیدا کنه. بچه امیدوارم که از این سری لذت ببرید. راستش رو بخواید من این سری رو که شروع کردم به لایکش داشتم نگاه میکردم، لایکش شدیدن پایین بود. برام این علامت سوال ایجاد شد که نکنه بچه‌ها این سری رو دوست ندارن، نکنه که این سری جذاب نیست و اینجور داستانا. به هر حال اگه دوست داشتید که سریعتر ادامهش رو ببینید میتونید یه لایک محکم بکنید. لایکتون شدیداً بهم انرژی خیلی خوبی میده. دمتون گرم. بهتون قول میدم که لایکش بالا باشه. سعی میکنم فردا یا دیگه نهایت پس فردا ادامهش رو بذارم. بعدش هم با رژیم متحد بشیم و راهی جنگ های بزرگتر بشیم. فعلا تا ویدیو بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار همگی.